بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این است که دین همون ادیان ابراهیمی است. واژه ادیان هم درست نیست. قرآن هم واژه ادیان را به رسمیت نشناخته. دین یکی بیشتر نیست. بخش اول و سادهش مال حضرت آدم، کلاس دومش، مرحله یک ذره مشکلش مال حضرت شیس بود. بعدن مقدار بیشتر حکم آمد، مال حضرت ادریس بود. مقدار بیشتر جمعیت زیاد شد، دین آمد به نام دین حضرت نوح. جمعیت زیاد شد، احکام زیاد شد، دین حضرت ابراهیم بود تا برسه اسلام. اسلام در درونش تمام ادیان ابراهیمی را داره. گفتیم در جلسات قبل همه انبیا موظف بودند نیرو بسازن، مؤمن بسازن جهت استقبال از پیغمبر شناخته شده بعدی. انبیای قبلی تمامشون موظف بودند خصوصیات پیغمبر بعدی را معرفی کنند و از امت بخواهند، چون اونها جدید و ظهورن کسی ندارن، حمایتشون کنید. بنا بوده یهود و نصارا نیروهای آماده وقتی پیغمبر اسلام از مکه و مدینه ظهور کرد، یهود و نصارا از پیغمبر حمایت کنند. قرآن کریم هم اولین خطابش بعد از یا ایها الناس در سوره بقره یا بنی اسرائیل. در چهار اول سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده فقط یا اهل کتاب هست. ای یهود کجایید؟ پس من پیغمبر آمدم. از آن دستور داد بگید تا یهود و نصارا بشنوند پنج بار در هر روز. ای یهود و نصارا، من همون پیغمبر موعودم. بنا بوده انبیای سابق برای من پیغمبر اسلام نیرو بسازند، کجایید؟ کسی نیامد. نیامد چه شد؟ پیام اسلام باقی موند، هنوزم باقی موند، یعنی کسی تحویل نگرفت. چیه؟ فرمود هر کس استطاعت دارد برود مکه. آقای مسیحی، آقای یهودی، مگر حج حج محمدی است؟ صلوات الله علیه و آله. حج ابراهیمی است، جد شما هم هست، حداقل جد انبیای شما هم که هست، سلام الله علیه اجمعین. ابراهیم مکه را بنا کرده، حج مال ابراهیمه. پیغمبر اسلام تنفیذ کرده در کتاب حج، در قلب فقه. چرا به حج نمی روید؟ شما با پیغمبر ما اگر اختلاف دارید، غرور اجازه نمیده، چرا به حرف حضرت موسی گوش نمی کنید؟ این تورات، اون هم سفر پیدایش، مگر ابراهیم را معرفی نکرده؟ آقایان مسیحی ها، مگر نمی دانید حضرت مریم و عیسی علیهم السلام از نوادگان ابراهیمه؟ مگر شما مبلغ دین ابراهیمی نیستید؟ چرا به حج نمی روید؟ دقت کنید، این جلسه نکته عرض می کنم. حج به یک اعتبار کل اسلامه. یعنی چه؟ یعنی قطب دایره اسلام عبادت، محبت بین بشر و خالقه، اسمش عبادته. اسلام قطب دیگرش محبت بین انسان هاست، اسمش اخلاقه. اسلام در یکی از تقسیماتش دو شاخه محبته. اسلام در یکی از تقسیماتش به دو بخش منقسم میشه، هر دو یک شاخه از محبته. یا اسلام آمده بین انسان و خدا محبت ایجاد کنه، اسمش عبادته. یا اسلام آمده بین انسانها ایجاد و محبت کنه، اسمش اخلاقه. پیغمبر اسلام فرمود اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم مکارم اخلاق، ایجاد محبت بین بشر را جا بیندازم. خب پیغمبر فرمود یکی از راه های این مسئله جا انداختن محبت مکه است، حج، حج ابراهیمیه. ما مسلمین رفتیم حج، یهود و نصارا نرفتن، با وجود اینکه مال حضرت
ابراهیم بود. یعنی از ابراهیم باقی مانده، خدا دستور داده به پیغمبر اسلام اتبع ملت ابراهیم، امضا کن حج رو. اما نه یهود و نه نصارا، با وجود اینکه هیچ ملتی قبلا موظف نبوده اونطور که اینها موظف بودن از پیغمبر ما تبلیغ کنن، اطاعت کنن، اینها موظف بودن بیاین لباس سفید بپوشن، احرام داشته باشن، وارد مکه بشن که از نظر اسلام نقطه مقدس اگر در کره زمین هست در سطح اول بین الرکن و المقامه. امام سجاد سلام الله علیه در بهار از طریق علامه مجلسی نقل میکنیم، از 8 طریق نقل فرموده هیچ نقطه از عالم به اندازه نقطه ما بین رکن و مقام در مکه مقدس نیست. چرا یهود و نصارا از پیغمبر اسلام حالا حمایت نکردن؟ چرا از ابراهیم حمایت نمیکنن؟ پیام حج این بود، بحث ما، جان مطلب ما در این جلسه اینه، لباس سفید پوشیدن، لبش گفتن، از میقات وارد شدن، پاسخ ابراهیم است در قرآن، پاسخ ابراهیم است در تورات تحریف نشده و انجیل تحریف نشده. چرا یهود و نصارا لباس سفید پوشیدن و تسلیم ابراهیم شدن را همین کار کردن؟ اینکه متن کتاب شماست که تحریف هم نشده، این قسمتش بخشی از اون تحریف شده، قبول بخشی تحریف شده. اما اینکه ابراهیم اسماعیل را برده و بزرگ برده نقطه‌ای و بزرگترین امت از او وجود خواهد آمد و افتخار یهود و نصارا این است که در دین ابراهیمه، چگونه تجلی کند تبعیت یهود و نصارا از اینکه تابع ابراهیمن؟ چگونه ظهور پیدا کند؟ چگونه میتونن نشان بدن؟ فقط در مکه لباس احرام را یهودی ها نپوشیدن، مسیحی ها نپوشیدن، لبیک نگفتن، طواف نکردن، عرفات و مشعر و منا نرفتن، برای اینکه این آقایان اگر این کار را میکردن تابع پیغمبر اسلام تلقی میشدن، حاضر شدن حج ابراهیمی که مورد تصدیق تورات و انجیل و زبور هست، حجر زاویه همون حجر الاسود در زبور حضرت داوود آمده زیارت میکنن؟ نه. نتیجه میگیرم، آخر عرضمه، یهود و نصارا طبق منطق حاکم بر کل انبیا به عنوان نیروهای تربیت شده انبیای سابق موظف بودن وجوباً از پیغمبر بعدی که پیغمبر اسلامه طبق اصل کلی حمایت کنن، حمایت نکردن. آدم نیرو تربیت کرد، از حضرت شیس استقبال کردن، پسرش بود، حضرت شیس نیرو تربیت کرد، از حضرت ادریس بعد از خودش استقبال کردن، حضرت ادریس نیرو ساخت، از حضرت نوح استقبال کردن. اما یهود و نصارا را هم موسی علیه السلام ساخت، هم حضرت عیسی ساخت، ولی از پیغمبر اسلام اطاعت نکردن و بزرگترین خیانت را در تاریخ همه انبیا رقم زدن. نتیجه این که ما از آقایان یهودیان مسیحیان میخواهیم تأمل کنند تبعیت از حج ابراهیمی، تسلیم شدن به ابراهیمی، تسلیم شدن به پیغمبر اسلام که نبود در آغاز. چرا حج را شما انجام نمیدهید؟ چرا مخالف کتاب خودتون هستید؟ حج که رفتی به پیغمبر اسلام نداشت، حج ابراهیمی است که پیغمبر تنفیذ کرده. بنابراین آقایان یهودیا، آقایان مسیحیا نخواستن حج ابراهیمی که لباس سفید پوشیدن بود آزار نرساندن به کوچکترین حشره بود، قبول نکردن. تکرار کنم، حج نماد امنیت جهانیه، حج نماد تسلیم در مقابل خداست، حج نماد این است حشره مورچه اگر در مکه مورد
آزار قرار بگیره باید قربانی کنه، باید شتر بکشه، باید گوسفند بکشه. این حج که نماد رحمت جهانی است، این را مسیحی عمل نکرد. آمد گفت من دین محبتم. چطور دین شما دین محبته؟ حاضر نیستی تسلیم حج ابراهیمی که جد حضرت مریم و عیسی است عمل کنی. پس بنابراین هر ملتی از ادیان ابراهیمی که حج نرود، امنیت انسان و حیوان را تصدیق نکند، نمیتواند مدعی تبعیت از دین محبت باشد. دین محبت همون اسلام است. ولا حول ولا قوة الا بالله.